بر تو، خوب هستی لجن؟ مرسی، شما خوبی؟ بله بله خوب و خوش، گرچه خیلی مشکله در این روزگار آدم خوب و خوش باشه، ولی هستیم. آره دیگه، کار سخت و به هر حال اون کسایی کردن در طول تاریخ که در سخت ترین روزگار لبخند و امیدشون رو حفظ کردن دیگه. ولی یه دقیقا وقتایی هم به زور این لبخنده رو میزنیم، ولی هرچی فکر میکنم میبینیم که بیچاره ای جز این نیستش، که چون وقتی که امید خودمون رو از دست میدیم در واقع ناامیدی رو به اطرافیانمون هم تزریق میکنیم، پس مجبوریم که یه جوری رفتار کنیم انگار همه چی آرومه. اون شعره بود رو همه چی آرومه، من چرا خوش من چقدر خوشحالم با من شعر برای این روزگار سروده شده بود. آره دقیقا. خب خوبی؟ بکنم یه خورده از قرنطینه زدیم بیرون دیگه. ببین راستش رو بخواید، حالا بین خودمون باشه، برای من بد نبود این ماجرای کرونا و قرنطینه و اینا، یعنی نشستیم تو کارمون و به خوندن نوشتن، نه خیلی نیومدم بیرون راستش هنوز، یعنی کلاس میخواستم را بندازم برات گفتم اون دفعه. چیز شد باز از نگرانی این که نکنه بچه ها بگیرن از هم، مجازی همچنان کلاس همه. واسه این مجازی ها اینه که میتونیم بدون ماسک با هم حرف بزنیم. من هم آره خوشحال هستم با هم میشینیم. آره بدون آره راحت تر از این زاد دیگه، متعادم دلش تنگ چه برای فضای کلاس و بچه ها دیگه. آره. آره. ولی خب دیگه واقعا مخصوصا تو یکی دو روز اخیرم خیلی هم من خبرهای فوت ناراحت کننده شدم. آدم وقتی میفهمه فکر میکنم حالا بالاخره بذار یه مدت راه دور حداقل خیالم راحت بشه همدیگه رو داریم. دقیقاً. گذاشتیم یه گوشه تا به موقعش دوباره به هم دیگه برسیم. خب رسیده بودیم به بحث شیرین هفت خانا. یه کاری کردیم با آینه مهر شروع کردیم، قرار بود که یعنی وقتی که صحبت به آینه مهر رفت و تو آینه مهر به هفت خانا رسیدیم و شروع کردیم هفت خانا رو گفتن، تو یه نقدی هم داشتی که این هفت خانی که گفته میشه مثل کلاغ و سرباز و همسری و اینا خیلی هم اصالتش خالص نیست و یه خورده از غرب اومده این هفت خانها و قابل صحبته. ما یه خانش هم صحبت کردیم کلاغ‌ها رو، ولی بعد در نهایت قرار شد که یه خورده به موضوع تطبیقی نگاه کنیم. من خیلی شاگرد خوبی بودم، ازت توقع دارم یه جایزه برام در نظر بگیری. یه کار خواهش کردم، خیلی کار خوبی کردم، واسه خورده خودم تعریف کنم. یه جدول کشیدم. آره امروز به جای که خیلی بداهه بشینم سر مناظره، نشستم یه جدول کشیدم، اینو 1 2 3 4 5 تا ستونش کردم. یکیش رستم، هفت خانه رستم، یکیش هفت خانه اسفندیار، هفت خانه عطار، هفت خانه آینه مهر، همینی که حالا راجبش نقدی داری، و بعد از این چهارتا اومدم اون هفت خان و نشان شناسی های یونگی رو اومدم اینجا در مقابل اینا نوشتم، که حالا یه گریزی هم بزنیم به نگاه یونگ و غربی و تو این کار تطبیقی بتونیم راجبش صحبت کنیم. بعد اینا رو تیتر کردم دیگه، مثلا خانه یکی هر کدومشون اسمشو نوشتم. من فکر می‌کنم مثلا ما تو این نشست خیلی خیلی شاهکار کنیم، مثلا تا 2 یا 3 خانشو برسیم صحبت کنیم اگه به همشون بخوایم بپردازیم. و خب خیلی خیلی دنیای وسیعیه، یعنی از داستان‌های شاهنامه تا اساطیر تا حتی نگاره‌های به جا مانده از شاهنامه، کلی المان داریم واسه اینکه بتونیم راجبشون حرف بزنیم، ببینیم تو این هفت خانه چه اتفاقی افتاده. پیشنهادم اینه که خب ما کلاغ رو دفعه قبل تعریف کردیم که خانه اول در واقع آیین تشرف مهری بوده، حالا بیایم همونو این یکو ببینیم که داره توی هفت خانهای دیگه چه اتفاقی میافته. عالیه. و بعد مقایسه اصلا کنیم. خودت برو دیگه، یعنی اولیشو بگو توی این بوده، اینجوری بوده، اینجوری بوده، و بعد وارد بحثش بشه. عالیه. زنده باد، زنده باد. حالا یه چیزایی میگی من اصلا آمادگی ندارم اونطوری فعل بده، اومدم بلد نیستم. اختیار داری چه؟ من ندیدم تا حالا چیز رو بلد نباشی. نه بابا چرا، خیلی چیز بلد. خب ببین ما توی رستم و اسفندیار اصطلاحا هفت خانمون حماسیه، و بعد توی مثلا عطار و منطقه‌ای رو غیره هفت خانمون خیلی نگاه عرفانی تری داره، یعنی اصلا عرفانیه. ولی خب میشه تو این نگاه تطبیقی حتی این حماسی ها و عرفانی ها رو هم در نهایت با هم دیگه تطبیق داد. توی مقایسه رستم و اسفندیار فکر میکنم هفت خان اسفندیار کمی روانشناختی تر و درونی تر از رستمه. رستم پررنگ تر اون نگاه حماسی،
و در واقع جنگ تن به تنش. و خب حالا یونگ هم که دیگه مشخصا نگاه روانشناختی داره به موضوع. توی داستان رستم که خب میدونیم رستم هفتخان رو شروع میکنه برای نجات کیکاووس بره، اسفندیار هفتخان رو شروع میکنه برای نجات دوتا خواهرش بره. توی داستان رستم خان اول نبرد با شیره. من میخوام اینجوری یعنی توضیحاتو میذارم که با هم دیگه اصلا توضیحاتشو شما بگید دیگه، من فقط تیتراشو میگم، حالا اگه دو جمله هم بهشون اضافه میکنم و بعد شما. اسفندیار نبرد با گرگه و توی عطار ما میگیم که در واقع این هفت خانه عطار بهش میگن طعم عطف، یعنی این کلمات اولشو این طعم که حالا با طلب شروع میشه تشو میذارن اول طعم و میشه طعم عطف طلبه. حالا اون چیزی که میشه صحبت کرد راجبش این که این گرگ و این شیر چه نمادی داره در این هفت خانها و در واقع چه معنایی داره. برداشت من اینه که، یا حالا اون چیزی که از نگاره ها و تحلیل ها و تفسیر ها به جا مونده، خیلی تعریف سادهش توی یونگ غلبه بر سایه های درونه. چون میبینیم که توی نبرد با گرگ اسفندیار در واقع ما این گرگ نر و ماده داریم، یعنی گرگ نر و ماده رو تعریف میکنن که اون گرگ ماده در واقع بخش شهوانی روح اسفندیار، گرگ نر بخش فکر میکنم هرس و قدرت خشونت اسفندیار. و توی رستم نبرد با شیر هم شیر در واقع همین معنی رو میده و این در واقع اون شیر درون خودش رو، اون جنگجوی درون خودش رو میخواد شکست بده. حالا میخوای تو صحبت کن در مورد آره. ببین خیلی خوبه به نظرم، این واقعا ممنونم ازت، یه ساختار اینطوری به بحثمون دادی، خیلی خوبه. اگه موافق باشی یونگ رو من یه مقداری بذارم آخر آخرش نظرمون بگم در بارش، میدونید جزو مواردی که احتمالاً میدونی اختلاف داریم و خوبه که اتفاقا دو تا دید متفاوت کنار هم دیگه مطرح بشه، فکر میکنم جذاب هم باشه. منتهی روی خود اون بخش اساطیریش، اونی که توی ایران داریم، ببین از همین نقطه شروع در مورد رستم و اسفندیار ما یه چیز جالبی که میبینیم اینه که مال رستم یه الگوی متفاوتی داره. رستم و اسفندیار دو جور متفاوت هفت خانشون رو تعیین میکنن، با اینکه خیلی شبیه همه و میشه گفت که یه هفت خانه، یعنی مثلا مرحله چهارمش زن جادوه، اولش با یه جانور درنده شروع میشه، آخرش وارد یه دژ میشن، یه جایی در واقع نظامی میشن، ساختارش خیلی شبیه هم دیگه است. ولی یه تفاوت به نظر من خیلی بنیادی میداره، من این حالا مفصل توی اون کتاب اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی مفصل اینو آوردم، ولی یه چکیدهشو الان اجازه بده بگم، فکر میکنم به درد بخوره. ببین رستم و اسفندیار موقعی که میخوان وارد هفتخان بشن یه تفاوت خیلی جدی دارن با هم دیگه. اسفندیار برای رهاندن خواهرانش داره میره، اصلا رابطه خونی داره با کسانی که قرار نجات بده. رستم نداره، رستم اصلا رفتی به کیکاووس نداره. اسفندیار با فرمان پدرش که شاهم هست میره و هفت خان رو شروع میکنه. رستم در لحظه ای وارد هفت خان میشه که اصلا شاه نداریم، شاه اسیر شده اونجا و پدرش که زاله بهش فرمان نمیده که بره، بلکه بهش میگه شاه اسیر شده و تو مختاری که یا نری. یعنی این خیلی مهمه، یعنی به عبارت دیگه در یک ساختار سیاسی اسفندیار میره به هفت خان، ولی رستم این چنین نیست، رستم خارج نظام های قدرت حرکت میکنه به سمت هفت خان. این یه تفاوت به نظرم خیلی جدیه که ادامه مسیر به نظرم بنده به این دوتا. ببین مثلا من ادامه شو فقط یه فشرده بگم، حالا تک تک خانه بریم میگم براتون. ببین مثلا مجسم کن که اسفندیار با یه لشکری همراهه، درسته که تکی روبرو میشه با عناصر طبیعی یا دشمنانش، ولی با یه لشکری همراهه و خان یعنی اون بزمی که بعد از هر گذر از هر مرحله برقرار میشه جمعیه برای اسفندیار. به همین خاطر اسفندیار خیلی تکنولوژی که فناورانه است حرکتش، مثلا میده یه عرابه ای درست کنن با سیمرغ که میخواد بجنگه، که مثلا نیزه و نمیدونم اینا، یه عرابه مسلحی براش درست کنن. ساختارش با مال رستم فرق میکنه، رستم تنهاست و فقط با اسبشه، هیچ کس دیگری نیست.
یه تفاوت دیگه که داره، پس ببین، یه تفاوت ارتباط با ساخت قدرت بود و اراده داشتن یا تبعیت کردن از یک امری، حکمی. دومی این بود که جمعی رفتار اسفندیار، مال رستم تکیه. یه تفاوت خیلی مهم دیگه اینه که رستم موقعی که در واقع وارد هفت خان میشه نمیدونه چه اتفاقی قراره بیفته. رستم از مرحله‌ای که با اولاد روبرو میشه به بعد، آخر آخرش، یعنی خانه پنجم ششم، فقط میدونه که روبروش چیه و راهنما داره و اون راهنما رو بهش قولی میده مثل اسفندیار که اون قول رو رعایت میکنه تا آخرش. منتها اسفندیار از اول کار راهنما داره، گرگسار از اول همراهشه و میدونه چه اتفاقی قراره بیفته و با گرگسار همچنان پیمانی داره که نکشتش، ولی میکشتش آخر کار. یعنی یه تفاوت خیلی جدی شما در مورد آگاهی نسبت به آنچه قرار رخ بده دارید و اینکه اون عهدی که دارید برای عبور از مراحل رو رعایت میکنی یا نمیکنی. یه حالا تفاوت‌های ریز دیگه هم داره که حالا با همین خانه اول شروع میکنیم. فقط الان با این تصویر من یه چارچوب کلی دارم. من گمان میکنم، اصلا به معنی قاعده، من گمان میکنم پیکربندی نظام‌های اجتماعی دوران تاریخی دو جوره، نه یه جوره. حالا این یه مدلیه که در موردش هم نوشتم. من فکر میکنم این چنین نیست که انقلاب کشاورزی بشه و مردمی که گردآورنده شکارچی بودن تحول پیدا کنن به مردم یک جانشین کشاورز. اینا انگار تحول پیدا میکنن به دو تا نظام. نظام یک جانشین کشاورز که شهر درست میکنه، شاه داره، نویساست، اسفندیار علامت اینه، و یه نظام دیگری که نظام کوچگرده، نظام قبیله عشیره‌ایه، متحرکه، ایلیه، و رستم به نظر من نماینده اینه. یعنی ما دو تا پیکربنده، اینام دو تاش اتفاقا تو ایران، تو حوزه تمدن ایرانی اصلا تکامل پیدا کرده و تنها تمدنی که این دو تا سیستمش با هم دیگه چفته، یعنی شما مثلا یه ایلی دارین، همین الان هم دارین، ایل بختیاری مثلا، ایل قشقایی کوچ میکنه ولی تو شهرها هم هستن، یعنی مثلا ایلخانشون تو شهر هستن میشینه و مشابه اینو جای دیگه هرگه نمیبینین. منتها این دو سبک به نظرم دو تا ابرپهلوان درست کرده، رستم و اسفندیار، و دو جور هفت خان متفاوت ایجاد کرده. حالا من پر حرفی نکنم، روی خانه اول یه چیزی که به نظرم میرسه جالبی بهش توجه کنیم اینه که رستم با جانور نر میجه، با نرها میجنگه، اسفندیار با جفت میجنگه. این خیلی جالبه، تو کل هفت خان اینجوریه، یعنی تو کل هفت خان فقط زن جادوه که یه دونه زنه که دوتاشون می جنگن باش و مدلش هم جنگیدن نیست، مدلش فریب و دروغ و غلبه بر دروغ این است. منتها تو بقیه این موارد که جنگ دارید، اسفندیار با دوتا می جنگه و یه جاهایی مثل سیمرغ اون یکی جفتش انگار خیلی فعال نیست ولی حضور داره، چون بعدا می بینیم توی کشته شدن اسفندیار همون جفته نقش ایفا میکنه. رستم با به عبارت دیگه با خشونت با زنان نمی جنگه، بعد دروغ غلبه میکنه، یعنی مدل رویارویش با زنان مبارزه با دروغه، مبارزه با زن جنگاور نیست. ولی اسفندیار این چنینه، اسفندیار با برگ ماده می جنگه، با موجودات جفت اصلا می جنگه. این یه تفاوته توی خانه اول که جالبه. حالا میشه تفسیر کرد، یعنی مثلا اتفاقا همچین تفسیری کردن، مثلا گفتن برگ نر و ماده نفس شهوانی و نفس قزبانی، یعنی در واقع قوه بهیمه و قوه شهوت و خشونته به عبارت دیگه، که دوتا چیزن دیگه، در واقع نفس اماره، دوتا رکن نفس اماره. تفسیرهای اینطوری کردن بیشتر عرفا. ولی یه چیز جالب اینه که عطار همونطور که گفتی خانه اول رو، یعنی در واقع اون مرحله اول رو میگه طلب، و باز دوباره برگردیم روی اسفندیار و رستم. اسفندیار طلب نداره، اسفندیار انگار سرنوشتشه که داره هفت خان و بهش فرمان میدن، خواهرانش اسیرن، باید بره خب اون دژ و ارجاسپ رو از پا بندازه. منتها رستم اینطوری نیست، رستمه که طلب میکنه، رستمه که انتخاب میکنه. البته دوتاشون این عنصر رو دارن، یعنی میخوان که شروع کنن، زال به رستم میگه و گرگسار به اسفندیار که یه راه کوتاه داری یه راه بلند، و اون جمله مشهور اسفندیار که خوبه در دیوار بزنن، به گیتی به از راه کوتاه نیست، راه کوتاه هم میریم. یه طلبه اینطوری دوتاشون دارن، منطقه مال رستم خیلی اراده گرایانه و خیلی روشنه این طلب. اینا رو با هم دیگه ترکیب کنیم به نظرم یه خود منبتکاری این هفت خان در میاد، اینکه تو سنت های مختلف چجوری رمز گذاری میکردن.
حالا میگن چند تا چیز دیگه هم دارم، منتها میترسم طولانی بشه و خستت کنم. اینه که بذار تو سوالای بعدی بقیه شما. ببین یه چیزی در تکمیل صحبتت، این که حالا برداشت من اینه که توی نبردی که با گرگ داره اسفندیار، اگر که همون تعریف رو انجام بدیم که گرگ ماده اون بخش از روح خودش و اون گرگ نر اون یکی بخش از روح خودشه، چون در نهایت اسفندیار در انتهای هفت خانش میخواد جون دوتا ماده رو نجات بده، یعنی میره سراغ نجات دو خواهر خودش. من فکر کنم طلب زمانی اتفاق میفته که شما یک بخشی از ظرف خودت رو خالی میکنی، آماده میکنی تا اون ظرف رو با اون چیز جدیدی که میخوای دریافت کنی پر کنی. پس لازمه طلب خالی کردن یک بخشی از ظرف درونه. شاید شکست اون دو گرگ یا مبارزه با اون دو گرگ که بخشی از شخصیت خود اسفندیاره، باعث میشه که اون ظرف درون خودش رو با حذف اون گرگ خالی بکنه و آمادهش بکنه برای اون فاز طلب در واقع. و همین اتفاق توی نبرد با شیر یه قسمت جالبی داره. حتی من توی این هفته صحبتهایی که داشتم راجع به نگاره هایی بود که از هفت خانه رستم به جا مونده، حالا چه نگاره هایی که مال قهوه خانه ها و اخیره، چه حالا اون چیزی که قبل‌تر مونده به صورت باستانی و کهنه داره. آره ما تو این نقاشی ها، خب تو نقاشی های ایرانی هم اینطوریه پرسپکتیو که بالا پایین اینجوری مثلا دور و عقب اینطوریه که خط خط نقاشی شده دیگه، مثلا این چیزی که به صورت خطی میبینیمش در واقع داره یکی زمان رو نشون میده، مثلا اون چیزی که بالاتره دورتره و هرچی میاد پایین نزدیکتره، یا حالا مثلا به لحاظ زمانی قدیمیتر و جدیدتره. وقتی که توی نبرد با شیر، رستم در خوابه و رخش که شیر رو میکشه و رخش یا این اسب که در مفاهیم اساطیری ایران خودش یک اسطوره خیلی مهمه، انگار اون بخش اون هم در واقع یک بخش روشن شخصیت رستمه که میره با اون بخش تیره شیر. حالا همین شیر تو آینه مهر خیلی هم جنبه مثبتی داره، ولی اینجا این در واقع اون بخش سیاه هست که انگار همینطوری که رستم در خوابه، رخش درونش بر اون شیر غلبه میکنه. خیلی اینجوری میشه، خیلی تفسیر خوبیه. آره ببین خیلی خوبه. این دو تا نکته رو قبلش بگم. ببین یه چیزی رو توجه داشته باشیم که گرگ و شیر یه شباهتی با هم دیگه دارن. اینا توی آینه زرتشتی نماینده خرفسترانن، یعنی آفریده های اهریمن که در مقابل آفریده های مزداداد، آفریده های نیک طبیعی هستن، به اینا میگن خرفستر تو اوستایی که شده خرفستر یا خستر توی مثلا پهلوی و فارسیه داری. این خرفسترها مثلا مثال برات بزنم، مثلا مجسم کن، حالا این تفسیر الانمونه دیگه، ولی مثلا زنبور که اصل میده مزد آفریده است، مگس که رو لاشه میشینه خرفستره، مثلا مجسم کن گاو که در واقع ادرارش رو پهنش بارور میکنه کشتار رو مزد آفریده است، ولی مثلا مورچه و موش که میدوزن غله رو اینا خرفسترن. خیلی وابسته به زندگی کشاورزان است مفهوم خرفستر. حالا توی اون چارچوب، یعنی اون چیزی که برای زندگی کشاورزان بده خرفستره، اونی که خوبه مزد آفریده است. حالا تو این چارچوب نیرومندترین جانوری که حمله میکنه به گله خب شیره، و بعد مرحله بعدی گرگه. شیر البته میدونید دیگه مربوط به حاشیه جنوبی ایرانه، یعنی تو دوران تاریخی اصلا شیر خیلی این برانور ما نداشتیم. مثلا هراکلس میره شیر میکشه به دوازده خانه هرکول، اصلا شیر نداره یونان، یعنی این روایت ایرانیه معلومه. تو منطقه جنوب ایران از آسورستان تا بلوچستان و شمال هند ما قدیم شیر داشتیم تا آخر دوره قاجار بوده. این شیر بنابراین علامت کشور ایران شیره، درسته، چون شیر مال ایران هستن و شیر نیرومندترین شکارچیه واقعا. به همین خاطر علامت هم جنگاورانه که میشه آیین مهر، هم تو آیین زرتشت که خب اون جنبه نمادپردازی مهری رو خیلی نمیپسنده، این شده سربه اصطلاحا، یعنی رهبر خرفسترها، و خب زیر دستش یه مرتبه بعد گرگه. حالا جالبه، ما میبینیم رستم با شیر میجنگه،
ببین رستم رمز پردازیش مهریه، خیلی روشن. اصلا سوگندایی که میخوره به مهر معمولا، به ما، به مهر و به ماه و به کیوان خدیو. اصلا چیزاش مدل کیوان اصلا اهریمنه. مثلا رستم به کیوان سوگند میخوره، پیشا زرتشتیه رستم سیماش. اسفندیار اصلا اسمش اسفند یودات، یعنی سپند، پهلوان سپند، پهلوان مقدس. اسمش اصلا دینیه و میدونیم دیگه باباش اولین شاه زرتشتیه و خودش بزرگترین پهلوان، نگهبان دین زرتشتیه. و برای اینه که مثلا دوستامون که زرتشتیان اسم اسفندیار توشون رایجه، اسم دینیه. جالبه که اسفندیار گرگ میکشه، یعنی شما انتظار دارین اسفندیار با این اسمش شیرکش باشه دیگه، یعنی رئیس خرفسترا رو بکشه، ولی گرگ میکشه، یه رده پایینتر و جفت میکشه. رستم جالبه که با شیر درگیر میشه و جالبه که رستم شیر رو نمیکشه، همونطور که گفتم. آره رخشه که این کارو میکنه. و تو رابطه اینا جالبه، حالا میشه یه خود دقیق‌تر شد. رستم یه تفاوت جدی که با اسفندیار داره اینه که با جانوران حرف میزنه. توی هفت خان رستم مدام حرف میزنه، من با اژدها حرف میزنه، حرف اژدها رو میفهمه، اسم اژدها رو میپرسه ازش، اژدها ازش اسمش رو میپرسه، یعنی انگار با یه موجودی شبیه خودش طرفه. اسفندیار ولی شهریه، اسفندیار زبون طبیعت رو نمیفهمه، فقط میکشه، فقط درگیر میشه. و همونطور که گفتم فناورانه است، از قبل میدونه، یعنی مثل شکارچی که تله گذاشته وارد میدان میشه. رستم اینطوری نیست و رستم جالبه که خیلی آسوده است در مقابل اون دشمن، حالا چه اژدها باشه، چه شیر باشه که اصلا گرفته خوابیده، چه زن جادو که خبر نداره، اسفندیار خبر داره و رستم نمیدونه. شیر بنابراین یه ویژگی جالبی که داره اینه که انگار همونطور که گفتی علامت خود رستمه و رستم نمیکشتش، علامت مهری هم هست در این حال. منتها توی هفت خان باید شیر رو کشت، یعنی رهبر خرفسترا رو بالاخره باید کشت و این رهبر خرفسترا نماد خشونت هم هست در زمین مثل گل. حالا جلوتر بریم من اینو بگم، فقط یه جمله بگم اون رو بندمش. ببین به نظر من توی هفت خان این چیزی که البته مثلا سهروردی و دیگران هم میگن، توی هفت خان به نظر میاد گام های متفاوت کشتن نفسه، یعنی خودشو داره میکشه رستم. اسفندیار اینطوری نیست، اسفندیار یه قهرمان ماجراجوییه که البته داره کار خیلی بزرگی میکنه، منتها موجوداتی که داره میکشه نماد خودش نیستن، در مورد رستم هستن. یعنی این تفسیر یونگی که میکردی اینجا به نظرم در مورد رستم کشتن خود خیلی جدیتره. تو هر مرحله اونی که میکشه خیلی شبیه خودشه اتفاقا. حالا برسیم یکی یکی میگم چرا اینطوره. ببین فقط یه نکته اینکه دیو سپیده، اصلا دیو سپید نیست، دیو چرا سپید باشه؟ و فقط دیوی که با رستم میجنگه سپیده. آره متوجه شدم. جالبه. حالا اگه بخوایم اینو جمعش کنیم، توی بحث کلاغ آیین مهر هم در واقع همچین چیزهایی رو گفتیم که کسی که آماده میشه برای آیین تشرف در واقع همه چیز روش رو تسلیم میکنه، چون کاملا در فاز طلبه، یعنی چون میخواد مشرف بشه با آیین مهری همه چیزش رو تسلیم میکنه، با برهنگی کامل میره وارد اون غار میشه. حالا توی خان دوم رستم نبرد با تشنگی و گرما رو داره که در واقع بهش در واقع برای بقا میجنگه، چون داره از تشنگی و گرما هلاک میشه. اسفندیار با شیر، دوباره شیر نر و ماده میجنگه. توی خان عطار این عشق و توی آیین مهر اسمش همسری که نمادش هم آبه. و خب حالا من یونگاشو میگم اسمش رو برای نخواستی را جوش هم نمیدن به این خلصه هوشتنگ من از این حرف هم توی یونگ هم نشانه شناسیش تزکیه و تطهیره. ولی اون چیزی که من از ارتباط اینا پیدا کردم که خیلی اتفاقا ارتباط جالبیه، خانه دوم منو خیلی جذب خودش کرد، اونم اینه که خب اولا همونطور که بهت گفتم توی آینه مهر که وارد خانه همسری میشیم که نمادش هم آبه و همین اتفاق رو توی رستم، در واقع رستم تشنه است و میخواد با تشنگی مبارزه کنه و برای بقاش نیاز به آب داره. کلن این آب هم که در اساطیر ما ایرانی ها همه جا
حرف اصلی رو میزنه در واقع دیگه، از الهه های از آناهیت های آبمون بگیر تا باورهای مذهبیمون، همه به حال آب نقش عنصر مهمی در باورهامون داره. و بعد این شیره رو که گفتیم، حالا بذار من اول برگردم به قصه نبرده با تشنگی رستم رو بگم. اونم اینه که رستم یک میشی، یک قوچی میاد و رستم رو میبره و این آب رو بهش نشون میده که کجاست تا از تشنگی نجاتش بده. من خیلی این تصویر این میش و قوچی که توی نگارا هستش منو یاد این ماجرای ابراهیم و اسماعیل میندازه که اونجا هم یک میش میاد توی قصه و ضامن بقای اسماعیل میشه. و باز تو همون قصه اسماعیل ما آب رو هم داریم، وقتی که بچه هست و پاشو میزنه زمین تا، یعنی توی قصه توی بقای اسماعیل در واقع ما هم میش رو داریم هم آب رو داریم، ولی توی داستان رستم این میش قرار نیست قربانی بشه یا کشته بشه و فقط میره آب نشون میده. حالا بذار من اینو تعریف خودم رو از ماجرا داشته باشم، این فاز عشق رو که حالا ممکنه خیلی تو تعریف عرفانیش همه بگن که این عشق عشق الهیه نه عشق زمینی، ولی بذار من یه جور دیگه تعریفش کنم. اگر عشق در واقع یک جور دیگر خواهی باشه، کسی دیگری رو خواستن به اندازه در واقع خیش یا بیشتر از خیش یا اندازه جان، در واقع عشق اگر اینجوری بخوایم تعریفش بکنیم، توی یک جایی از ماجرا انگار که نیاز به یک بذار خیلی جنسی و انسانی به موضوع نگاه کنم، اگرچه که توی بالاخره قصه رستم و اسفندیار به صورت مشخص نمیشه اینطور نگاه کرد، ولی بذار از سمبل ازدواج، از سمبل عشق زن و مرد استفاده کنم به موضوع برگردم. توی این نماد در واقع یک نیازی به جنس مخالف هست برای ادامه حیات، ادامه بقا، و اون تشنگی درون در واقع اون شهوتی که نسبت به تکامل روحی و جسمی نسبت به اون جنس مقابل وجود داره، که حالا توی خانه دوم آینه مهری به صورت مشخص اسمش گذاشته میشه همسری، ولی مثلا توی رستم ما میگیم این برای بقاش، برای رهایی از تشنگی و گرما به اون آب نیاز داره. به هر حال توی مفهوم این بقای نیاز یک نیاز شدید، یک طلب شدید به یک چیزیه که باید بیاد نجاتش بده و خیلی اتفاقا جنسشون شبیه. و توی همون نگاره های رستم ببخشون آتیش اینجا نیستش، میخواستم بگم یه آتیشی هست که گدازه این شهوت اون، یادم افتادون در زن جادوگر بود. به هر حال میخوام بگم که فقط ارتباط در واقع اسفندیار که نبرده با شیره، اگرچه یک برداشت شخصی از ماجرا دارم ولی میترسم که خوره توی مناظره بگم، چون اون وقت دیگه ممکنه اعتراضی رو برانگیخته بکنه که چرا هرچی به ذهنتون میاد میگین. نه هرچی دلتون میاد بگین نه، ولی ببین خیلی تفسیرم دیگه فانتزی از ماجرایش اسفندیار، ولی انگار کشتن این نر و ماده با هم دیگه هم خودش یک جوری یکی کردن این دوتا با همه، یعنی یک جوری این دوتا رو یک جا هلاک کردن و این دو شیر رو به یک سنش. ولی میگم خیلی دارم نمیخواد اینو بازش کنم، چون انقدر یک حس درونی این برداشت که خیلی خطرناک لبه تیغ راه رفتنه. ولی فکر میکنم که ما قبلا توی آیین مهراجه به این قسمت همسری صحبت کردیم و صحبت خودت بود که چقدر عهد و پیمان در آیین مهر مهمه و این همسری یه جور پیمان بستنه، یعنی یک آدمی که مشرف به آیین مهری شده رو در رابطه، حتی حالا این همسری درسته که همسری با میترا و مهره، اما اگر بیاریم در جنس مخالف هم نگاهش بکنیم در واقع اونو در عقد و پیمان با جنس مخالفش قرار میده. و خب حالا توی نشانه شناسی های یونگ هم یه جور تزکیه و تطهیره و من خیلی ارتباط جالبی اتفاقا بین همه این هفت خانه هر این چهار پنجتا میبینم، چون توی این در واقع میگه که این نیاز باید برآورده بشه، چون یک نیاز طبیعیه، اما اینکه چجوری برآورده میشه، چون دقیقا مخالف این توی خانه چهارم با زن جادوگره که میگه این نیاز اونجا نباید برآورده بشه و دقیقا اونجا ردش میکنه. و برداشت من این بود و واقعا خیلی هم برداشت شخصی بود. نه ببین خیلی خوبه اتفاقا، یعنی خیلی به نظرم جهت درستیه این چیزی که داریم میگیم. ببین یه حالا بیا یه برش دیگه بدم بعد وارد این بشم. ببین
این یه پرسش ممکنه پیش بیاد که اصلا این هفت خان از کجا اومده. همونطور که دفعه پیش هم گفتیم، من حدسم اینه که وقتی که داریم از هفت خان حرف میزنیم، این یک سنت اخترشناسانه ایران شرقیه. یعنی آیین مهر در ایران شرقی به یک، در واقع این مربوط به دوران اوستاییه تحول این آیین میشه، و همونطور که گفتم یه دونه دین جدا نبوده دیگه، یعنی دین پیشا زرتشتی که بعدا میاد در واقع ترکیب میشه با خود آیین زرتشتی، اونجا شما هفت تا اختر دیدیم یا آسمون و یک آسمان هفت طبقه بنابراین علمداد میکنیم. ببین این با داستان سفر روح پیوند برقرار میکنه، یعنی هفت خان در واقع ایدش اینه که روان برای اینکه من برای اینکه رستگار بشه باید، این حرف زرتشت بود، میگفت روان برای اینکه رستگار بشه باید برسه به در واقع گرودمان، باید برسه به سرزمین سرود، خانه روشنایی و بهشت. در واقع ایده بهشت اصلا از اینجا اومده. ببین توجه داشته باش که قبل گاهان، قبل زرتشت، ایده بهشت ما نداریم، یعنی یه چیزی شبیه بهشت اصلا وجود نداره. اینکه یه آدمی رستگار بشه یعنی تو زندگی بهش خوش بگذره و مردم بعدن اون رو به نیکی به یاد بیارن، یه چیزی در این حده، کارهای خوبی برای قبیلش بکنه، برای شهرش بکنه، اینجوری بوده. اینکه یه نفر فردی اولا رستگار میشه، بعدم این رستگاری یه مقدار به سفر شبیهه و این سفر عمودیه، یعنی شما در آسمان‌ها دارین سفر میکنین، این یه ایده به لحاظ فلسفی زرتشتی است، منتها میاد ساختار مهری پیدا میکنه. یعنی آسمان تو خود گاهان گفتم چهار طبقه است دیگه، منتها میاد آسمان هفت طبقه میشه و شما قدم به قدم تو این هفت طبقه باید برین دیگه. آیین مانی خیلی روشن میگه که دقیقاً این هفت طبقه باید رد بشی، و خب تصوف و عرفان ما خیلی متاثره از آیین مانی از این نظر، هر چی شما بالاتر میری روشن‌تره، نور از جنس نوره، اون اتفاقی که میفته. حالا بیایم توی همین هفت خانه خودمون نگاه کنیم. بنابراین حدس من اینه که وقتی ما داریم در مورد هفت خان حرف میزنیم، هفت ستاره رو داریم اون وسط، یعنی ماه و خورشید رو داریم که خب اول همه شناخته شده بوده، خیلی مهم بوده، برجیس رو داریم و کیوان رو داریم که آخر همه شناسایی میشه، و خب کیوان معادل زوربان یا اهریمن بوده، برجیس معادل هورمز بوده، یعنی خدای خوب و بد بودن در واقع، خیلی زرتشتیه. بین اینا هم شما سه تا در واقع سیاره دارید، ناهید، تیر، بهرام، این هفته رو دارید. موقعی که این رمزگذاریه که الان حرفش رو زدیم و نگاه میکنیم، به نظر من مال رستم دقیق تر نگه داشته این توالی و این معنی اینها رو. اصلا ببین شیر علامت خب خورشیده، خیلی روشنه، خود علامت خود مهره. گام دوم خیلی دقیق و روشن گفتی، کنار هم دیگه میذاریم، روشنه که آب مسئله. منتها جالبه که خب میتونست اینطوری باشه که داره آب غرق میکنه رستم رو، مثلا به در رودخونه رد شه، همونطور که مثلا فریدون رد میشه، کیخسرو رد میشه، اونجا هم شما یه وره تر دارین دیگه، وره آب دارین، منتها وره آبیه که با خود آب شما درگیرین، با آب بد در واقع درگیرین. منتها توی رستم شما با غیاب آب روبرو هستین، و این خیلی جالبه که بعد کشته شدن شیر که یه بخشی از خود رستم، انگار یه چیزی انگار خالی میشه با گرما و با خشکی روبروه. این مثالی که در مورد اسماعیل قربانی شدن اسماعیل زدی خیلی خوب بود، من موافقم باهات، یعنی فکر میکنم سنت های شبیه به این، حالا نه با این چارچوب اخترشناسانه هفتایی این شکلی، ولی شبیه به این توی سنت های سامی هم، آینه در واقع تو تورات، توی آیین یهود، مسیحیت و اسلام هم داریم شبیهش رو، به ویژه رمزگذاری های مربوط به قربانی شدن. قربانی شدن اسماعیل تو ایران خیلی رمزگذاری های متنوع پیدا کرده، میدونید دیگه تو قلمرو اروپا اسحاق اولا اسماعیل نیست، و بعدم اسحاق تو ایران هم اسحاق هم اسماعیل هست، اصلا کلی بحثه که دو بار قربانی میخواست بکنی، یه بار بود کدومشون بود، خیلی در این مورد بحثه. توی اروپا خیلی رمز پردازی خاصی نداره، یعنی قربانی انسان بوده، خب یونانی ها و رومی ها آدم قربانی میکردن از اولش، و بعدن خب من شده یه چیز این شکلیه. توی خانه دوم شما احتمالاً سیاره‌ای بخوایی نگاه کنی، ناهید رو میبینی، و همین ناهیده که دقیقاً اومده تبدیل شده به همسر توی روم در خانه دوم.
و من خیلی باید موافقم که این به صورت جفت شیر یعنی جفت مهر در اومده، چون ببین چیز مهر یک، البته رابطهش رابطه فرزند و مادره، رابطهش با آناهیتا رابطه فرزند و مادره، ولی اینم یه مدل مهره و جفت و در واقع رابطه گاو و شیره در اصل. منتها خب جنگی نیست، شما به گاو و شیر بخوای به جنگ غالبا با دوتا شیر می جنگیم دیگه، و شیرها رو اسفندیار خودش میکشه، یعنی با رستم فرق میکنه. اسفندیار زرتشتیه، خیلی روشن الان اینجا این رمز پردازیشو بنابراین اینطوری میشه با کرد. یه خورده الان منم اجازه داده چیز کردیم، منم در واقع گستاخ کردی در این مورد که ایده پردازی کنیم یه خورده، البته اینا رو باید بیشتر در موردش هم فکر کرده گپ زد. شاید بخش دوم که توهیاست، یه جوری برهوته، یعنی تو بیابونیه که گرم، آب نیست و گرم، خود گرما داره میکشتش. شاید پیامد کشته شدن شیره، یعنی شاید شیر وقتی میمیره اینجوری میشه، شاید برای رستم، برای رستم که به نظر من شکل اصلی این داستان رو داره روایت میکنه، شاید وقتی شما شیر رو میکشی با یه توهیایی، با یه برهوتی رو برو میشی و اینو باید یه جوری پرش کنی و قوش پرش میکنه. و ببین قوش هم علامت خورشیده، یعنی این جالبه که قوش هم اصلا توی مصر که خدای بزرگ خورشیدشون معادل مهر ما آمونه دیگه، آمون اصلا علامتش قوچه، همون خدایی که شاخه پیچیده داره. شاید داره جالب باشه، یه نقطه جانورشناسی، اسم علمیه اصلا قوچ آمونه، یعنی از روی چیزش میده، شاخش در واقع میگن، و اون چیز فسیلایی که شبیه شاخه قوچه رو بهش میگن آمونیت دیگه. این اسم همه مصری، از مصر اومده. این اتفاقی که داره میفته اینه که انگار که همین ایده اومده رفته تو روم و رومیا خیلی متوجه نبودن که رابطه اینا با هم دیگه چیه. کلاغ علامت مردن آینیه، چون گفتم کلاغ و جسد اول همه میشینه دیگه و راهنمای ارواح هستن. ایده انگار تو روم اصلا از اینجوری بوده که گام اول که معادل طلبه اینه که تو باید دست بکشی از خودت، میمیری. دوستم همین اتفاق براش میافته دیگه، شیر رو میکشه، شیر میمیره خودشه در واقع، و کلام یعنی راهنمایی مردگان، راهنمایی مرگ. قدم دومش انگار پر کردن این مرگ با زندگیه، بنابراین خورشید رو داریم و بعد ناهید رو داریم و آب همونطور که گفتی. توی روم به نظر میاد اینو خیلی نمیفهمیدن داستان چیه، فکر کردن لابد تو وقتی مردی به عقد میترا در میاد، و جالب اینه که این باقی مونده، یعنی مثلا سنت آگوستین توی شهر خدا میگه که کشیشا باید عذب باشن، نباید ازدواج کنن، یعنی ببین چقدر کج و کله شده توی قلمرو روم، برای اینکه به عقد عیسی مسیح در میان، که خیلی حرف عجیبیه چون عیسی مسیح مرد بوده و کشیشا مردن اتفاقا، همشون موقع راهبه نداشتن، و خیلی حرف عجیبه، یه خود ناخوشایندی اصلا که شما وارد فرقه میشین، خداش اولا آدمه، بعدم یه مرد مشخصی هم بوده یه جای خاصی، بعد تو به عقد اون در میای، خیلی حرف جالبی نیست. دقیقا هم... من میگه به شباهت های مهر و مسیح که این آره. همون فاز همسری آره. با مهر، من فکر کنم نتیجه بدفهمیه این روایتیه که الان ما داریم میگیم. حالا یه چیز جالب شوید، اول که در تکمیل حرفت، این چیزی که راجب کشتن شیر و توهی شدن یک چیز گفتی، اتفاقا تکمیل میکنه همون خانه اول رو که گفتیم، شاید نسبتش با بخش عرفانیش که طلبه همینه، برای طلب لازم که اول یک ظرفی رو خالی کنی، کشتن اون شیر اون ظرف رو خالی کرده و وارد فاز طلب شده. اما یه چیز جالب دیگه که بعد از گفتن آمون خواستم بگم اینه که تو باورهای ایرانی و نوروزی ما معتقدیم که دیگه زمستان داره، در واقع همه دنیا رفته در واقع آبادانی و زندگی و حیات در زیر زمینه و زیر برفه و زمستان در واقع همه چی مرده، و اتفاقی که توی نوروز میفته اینه که حیات و آبادانی برمیگرده، درسته؟ ما از ابتدای نوروز آبادانی برمیگرده و خب نماد ماه فروردین هم پوچه. آره آره دقیقا. و ببین جالبه دیگه، فروردینه یعنی فروهره، همون روانه، روان آدم هست، علامتش قوچه. یه چیز جالبه دیگه همین که قوچ با شاخهای بلند علامت وایه،
علامت بهرامه، علامت باده. باد حالا میشه گفت دیگه، باد ترجمهش کنیم به عربی میشه روح، میشه روحه تو عبری، میشه پسوخه تو یونانی، میشه اسپریتوس تو لاتین، همه اینا یعنی باد، روح از جنس باده. روان آدم باد خوب و باد بد داریم، باد در واقع برای همینه که من فکر میکنم او چی که میاد نشون میده به رستم هم خودشه دوباره. ببین یعنی اینطوری به نظر میاد تو هر خان رستم یه با خودش روبرو میشه، یه جایی انگار تعارف داره بکشه خودش رو، رخش این کارو میکنه، شیره داره، یه جایی انگار در تنگنای برهوت خودشه، خودش به صورت قوچ میاد نجاتش میده. و میگم ارتباط اینطوری نیست که بره تو طبیعت بزنه اینطوری شخ بزنه همه رو، اسفندیار یه خورده این کارو میکنه، رستم خیلی رابطه دوستانه داره یه جایی. خب بریم خانه سوم. خانه سوم توی بحث خیلی وارد فاز نبرد میشیم، چون تو آیین مهر خانه سوم خانه سربازه، یعنی دیگه میره تو عهد و پیمان جنگی و سرباز خانیه که دیگه در واقع تعهد میده که تا پای جون خودش برای اون در واقع آرمانی که در آیین مهر هست، اون پیمانی که هست، از جان خودش هم بگذره. و در واقع خیلی خانه سرباز همون خانه ایثارگریه، یعنی باید ایثار کنه، رشادت کنه و در واقع حماسه بیافرینه. اینو داریم توی رستم و اسفندیار که توی هر دو نبرد با اژدها هست و توی عطار یا بخش عرفانیش معرفته. حالا جالبه که توی نشانه شناسی های یونگیش هم اژدها و سیمرغه، ولی حالا اگر که نگاه خودم رو بخوام به موضوع بگم، خب این اژدها در واقع مالک آبه، مالکی که همونطور که داره نگهبان آبه و از آب مراقبت میکنه، خیلی هم خشنه، یعنی به وقتش میزنه میکشه. من یه تصویر جالبی از این تعریف که در واقع این اژدها کیه، اژدهای آب، مالک آب چه جور روحیه‌ای داره، چقدر خوبه، چقدر خشنه، یه تعریف ساده دارم. توی قصه‌ای که ما از ماجرای حضرت موسی داریم اینه که آب باز میشه و راه رو برای موسی و لشکر موسی باز میکنه و با مهربانی کامل اونا رو از خودش رد میکنه و برای بر روی لشکر بعدی رو زیر خودش غرق میکنه. یعنی دقیقاً این دو وجهه اژدها از نگهبانی آب تا اون خوشونت به نظرم که خیلی تو اون داستان خوب تعریف میشه. و خب به هر حال من که خیلی ممنونم از اژدها که به هر حال مالک آبه و نگهبان کره زمینه، نباشه ما کره زمین رو میخوریم، لازمه که وقتی این اژدها بیاد ما رو بخوره که بالاخره خدای منو بخوره از اینجا اومده. من خیلی سپاسگزارم، ما نمیفهمیم شما بیا ما رو بخور وگرنه ما کره زمین رو میخوریم. خانه سوم همونطور که گفتی خیلی خانه جالبیه، چون خیلی یه دسته تقریبا همه جا. بذار ناهماهنگیش، من به نظرم همچنان میاد که رستم روایت مادره، یعنی باید روایت رستم رو اول نگاه کنیم بهش. ببین تو روایت رستم یه چیز جالب تو میبینی و اونم این که روشنه دوتایی. ببین شیر خب مهره، شیر منتها شبانه حمله میکنه به چیز، یعنی در بیشه خوابیده رستم شیر بهش حمله میکنه، شیر در واقع خورشید شبانه است. و خب اینو تو عرفان و اینا داریم دیگه، میدونیم ایده این بوده که خب خورشید روزها که در آسمانه، شب کجا میره؟ شب در زیر زمینه، یعنی طلوع میکنه در زیر زمین و یه روایت اینه که در جهان مردگان، و اون خورشید خورشید شبانه است. بعد این اومده توی عرفان ایرانی به یه تصویرای بسیار زیبای قشنگی منتهی شده که به نظرم واقعا اوجش رو توی مثلا سهروردی میبینیم، توی دیدل دهلوی میبینیم، این ایده که خورشید توی روزبهان بغلی میبینیم، اینا واقعا فوق‌العاده است. ایده‌ای که میدن میگه که خورشید قضیه نیست که میره به اون بر زمین، قضیه نیست که میره به زیر زمین، اصلا خود خورشید یک بخش شبانه داره برای خودش. و خب مهرم اینطوری بوده، میترا یا میترای اوستایی ندایی قدیم میدونیم کنار برونا بوده و شبم بوده، اصلا یه جنبه شبانه هم داشته و مراسم میترایی رو تو قار و در واقع نماد شبه دیگه اونجا برگزار میکرد.
این خورشید شبانه بعدا به مفاهیم خیلی جالبی مثل نور سیاه، این چه قشنگه، نور سیاه منتهی میشه، یعنی یه خورشید شبانه ای هست که نور هم میافشاند ولی نور سیاهه برخلاف نور سفید. حالا مال رستم رو شما نگاه میکنین، به گمان من اول شما به خورشید شروع میکنین، منتها خورشید شبانه است، بعدش ناهید رو دارین، منتها ناهیدیه که باز ببین هر کدومشون با ضد خودش انگار برامیخته است، یعنی شیریه که تو شبه، ناهیدیه که تو خشکیه ولی روزه عوضش، یعنی روشن. بعد اژدها رو داری، ببین اژدها شبانه است، اژدها به نظرم حالا اخترشناسانه بخوایم بگیم خانه سوم ماهه، یعنی منتها ماه هم باز با ضد خودش درامیخته دیگه، همونطور که گفتی اژدها روباینده زن، روباینده گاو، یعنی روباینده آبه و در این حال نگهبانش هم هست، منتها اون پهلوانی که معمولا هم پهلوان باده، باد نیکه در واقع، یا ممکنه اصلا قبل زرتشتی باشه مثل ایندرا که فقط پهلوان باده، پهلوان طوفانه، او بر اژدها غلبه میکنه و ابرهای بارانزا رو ببخشید میاره. این ماجرا رو ما تو خانه سوم میبینیم، هم تو رستم هم تو اسفندیار. منتها چیز جالب در مورد رستم باز اینه که رستم با اژدها همزادپنداری داره، جدای این که با هم دیگه حرف نزنن، حرف هم دیگه رو میفهمن، رستم مثلا علامت پرچمش اژدهاست و رستم از طرف مادری مهراب کابلی نواده ضحاکه، یعنی خون اژدها اصلا داره رستم و این فراوان اشاره شده بهش که موقعی که میخواد زال و رودابه میخواد با هم ازدواج کنن، پهلوانان ایران و شاه اصلا میگه که من چیز دوره منوچهره میگه که این اژدها چیزه، اژدها تخمه است، این کسی که داره زاییده میشه خطرناک هستن برای ما، و فراوان هم توی شاهنامه رستم به اژدها اصلا توصیف شده، همون توی خانه پنجمه که اولادو میبینه میگه یه اژدها اومده خوابیده توی مزرعه ما. بنابراین رستم اینجا با کشتن اژدها باز دوباره در خودش رو میکشه. باز دوباره در مورد اسفندیار اینو نمیتونی بگی، یعنی اسفندیار همچنان نیروهای طبیعت رو داره از بین میبره، نیروهای شر طبیعت بحثی درش نیست، چون به نظر من هفت خانه اسفندیار خیلی زرتشتیه و دونه دونه اونایی که داره میکشه نیروهای اهریمنی طبیعته، یعنی شیر به عنوان خرفستر، گرگ به عنوان خرفستر، اژدها به عنوان نماد، هم خرفستر، اژدها مار بزرگه دیگه و مار هم خرفستره، همین که نماد شبه. و جالبه که وقتی اژدها رو تو میکشی، حالا جالب اینجاست که اولا جنگ یه جنبه دیگه جدیتری الان پیدا میکنه، کاملا رزمیه خانه سوم، یعنی رویارو با هم دیگه میجنگن. جالبه که باز رخش کمک میکنه به رستم، ولی اسفندیار خیلی فنیه باز دوباره جنگش با اژدها. و نکته جالب اینه که وقتی غلبه میکنه برش، معرفت شناساییه و تو خانه چهارم میبینیم که دقیقا این اتفاق میفته، یعنی شناسایی کمک میکنه به رستم. میخوام بگم توی رستم هر خانه بعدی رو پیشبینی میکنه تقریبا، و توی روم باز به نظر من خیلی اینا راستش رو بخوای رومیا به نظر من همینطوری یه چیزی رو رمزگذاری کردن، خیلی این پشتش رو نمیدونستن ماجرا چیه. اونا ایندرا رو دیدن، یعنی پهلوانه که میره میزنه یه اژدها رو میکشه، سرباز، جنگاور، پهلوان، اینو میدیدن. به لاتین بهش میگن میلس دیگه، میلس یعنی سرباز پیاده، و البته خود ایده این بوده که سرباز میشی تو بعدن سردار میشی، یعنی به مهر تبدیل میشی، ایده اصلا این بوده دیگه توی آین اولی هم. منتها اتفاقا اون سربازی که تو ایران دارید نبرزه که لقب مهرم است، سوارکاره، یعنی یه اتفاق خیلی جالب اینه که این رفته تو روم شده پیاده، چون رومیا بیشتر پیاده نظام داشتن، اصلا سوار نظامشون مهم نبوده تو ایران، ولی سوار نظام مهمه. مهرم موقعی که میگیم خدای جنگاورانه، خدای شه سوارانه، خدای جنگاورانه سوارکاره، و به همین خاطر اسب کمک میکنه به رستم. یعنی میخوام بگم تو این خانم تو میبینی که پهلوان و اسبش با هم دیگن، شما به راحتی میتونستیم بگیم خود رستم فقط بکشه دیگه، گرشاست مگه اژدها نکش، مگه گشتاست مگه اژدها نکش، اینا همه تنها کشتن. رستم که از همه اینا قولتره، اسبش بهش کمک میکنه، تاکید رو رابطه اسب و پهلوان، یعنی شما اینجا با یک شهسوار در واقع روبرو هستیم که مال آینه
اولیه مهره. و جالبه که شما بر شب، بر تاریکی، بر ماه وقتی غلبه میکنید، چون ماه علامت راز دیگه، معرفته اون چیزی که به دست میاد. یعنی جالبه برای من که عطار انگار دقیقا میدونسته داره چی میگه، چون خیلی هفتخانه دیگه هم داریم دیگه، یعنی هر کی یه جوری، خود عطار هم جای دیگه هفت جورایی دیگه هم داره، ولی اینکه آوردیم ال منطقه تیره و خیلی دقیقه، یعنی انگار دقیقا میدونسته داره در مورد چی حرف میزنه. چه فکر میکنم که به لحاظ زمانی شروع نکنیم خانه چهارم. آره، اگه آره. میخوای همین تلاش کنیم، چون که خانه جذابی هست، بذاریم برای دفعه بعد. آره نیف میشه اگه خانه جنجالیه. آره خب اگه میخوای که چیزی رو بهش اضافه کنیم به صحبتامون، اگه نه که چند تا پرسش در کنیم اگه موافقه ها، همون شکل قدیم که فکر کنم دوستان در موردش. میخوای خودت اگه داری چیزی بگو منم بگم. پرسش من؟ نه من چیزی پرسشی به ذهنم نمیرسه جز همین این که در واقع هفت خوان. من تو معتقدی که عدد هفت یک عدد قراردادیه در شرق دنیا؟ حتی من وقتی که راجع به رنگ ها صحبت کردم، نظرت این بود که حتی این که ترکیب این سه رنگ میشه مثلا شیش رنگ و اینا، حتی این هم قراردادیه. البته من تو بخش رنگ ها شاید خیلی موافقت نباشم، چون قرار دادی نیست رنگ ها رو وقتی با هم قاطی میکنی واقعا این اتفاق میفته، ولی اون چیزی که جالبه اینه که میگه که یک مرد برای اینکه به جایگاه نیکان برسه باید شش عقبه رو پشت سر بگذاره، انگار که اون هفتمی آخر خان نیست، اول خان بعدیه. این در واقع این شیشتا تکامل ماجراست تا توی هفتمی سرآغاز فصل بعدی باشه، اون چیزی که برش منه. به نظرم بد نیست این پرسش رو اینطور دوست دارم مطرح کنم که ببینن که هر جایی که بر پایه عدد هفته، هفتمین عدد چیه؟ یعنی در واقع تکامل در عدد هفته یا نه تا شیش، مثل همون ماجرای آفرینش که دنیا در شیش روز آفریده شد و بعد روز هفتم فقط روز احسن بود، یا آیا این که هفت در واقع شروع مرحله بعدی؟ این تنها چیزی که به ذهن من خیلی خوبه، سوال خوبیه به نظرم، و یه سوال خوبم دقیقا در امتداد حرفت، این که چون احتمالاً جلسه بعد به خانه هفتم هم برسیم، این که رابطه خانه هفتم با خود کسی که اینو تعیین میکنه چیه؟ ادامه در واقع همین سوالی که گفتی، همون در واقع صورت بندی مجددش. منم دو تا سوال به نظرم میرسه. یکی این که چون قراره با خانه چهارم شروع کنیم دیگه، و خانه چهارم میان است دقیقاً، و تنها خانه‌ای که زنه نیروی که اونجاست، چرا اینجوریه؟ یه سوال اصلا این علامت پریه دیگه در واقع، چرا اینجاست، چرا پری هستن تو اون هفتخان، چرا یه همچین چیزی این میان اومده؟ این سوال جالبیه برای شروع دفعه بعد به نظرم خوب دوستان روش فکر کنن. یه پرسش دیگه که به نظرم کلیدیه، یعنی بعداً لازم روش دوباره برگردیم، اینه که ببین ایده هفتخان، ایده پشت هفتخان چی بوده؟ چون این خیلی تکثیر شده، خیلی جاهای مختلف اینو ما میبینیم دیگه. تو قلمرو ایران زمین و حاشیه ایران زمین، یعنی مثلا رامایانا رو هم هفت مرحله شو داستانش رو گفتن، شبیه هفت خان میمونه، یا نمونه‌های دیگه این شکلی هم داریم. چرا این اینقدر ماندگاره؟ ببین یه چیزی احتمالاً این داره میگه که کلیدیه، و تو این همه قرن‌های متفاوت و تفاوت‌های چشمگیر سبک زندگی آدم ها، اون حرفه انگار همچنان مهم بوده. من فهم کنم روی اونم میشه مدار فکر کرد که جان کلام چی، چرا اصلا باقی مونده این همش با هم دیگه. پس تا شنبه دو هفته بعد. بله در خدمت هم قربان. سلامت باشی قربان. قربان.